تاجیک؟ بله خودم هستم. لطف کنید همراه من تشریف بیارید. حاجی آقا کجام پس؟ خطشون خاموش کن. شما یه زنگ بزنید به خونه‌اش ببینید پیداش می‌کنه. از بابات خبری نداری؟ خبرچی سایتا زدن. چی من این خبرو ببینم؟ چرا از 10000 تا بازدید خورده؟ مردم منتظرن که ما بچه‌هاشون از زندان بیاریم بیرون. با زبون روزو دروغم میگی. سه بار زنگ می‌زنیم در. هر زمان حساب داره خیلی. 45 دقیقه دیگه میشینه. خاک کارم. بابای ما چه آزاد میشه؟ پلیسا ریختن اینجا دیگه. یه جایی نوشته بود رفیق و میبخش خدا. خدا 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 خیلی مرده. خوشموقع داره آزاد میشه بابا. خدا رو شکر واقعا. خدا رو شکر. میخوای بهش بگی که یه هفته از مهلت خونه بیشتر نمونده یا نه؟ آره عزیزم میگم بهش. بابات بیرون باشه زرنگه. خوش از ساختمون مهلت میگیره. کرایه این چند روز جور میکنه. پول در میاره. ممنون. بفرمایید. خیلی لطف کردید. ممنونم آقا زحمت میکشین. همین که این همه زحمت افتادین یه گلستون گله. چشتون روشن. بفرمایید. خیلی ممنونم. خدا خیرتون بده. دخترم یکم میره صبر کنه باباش میاد کنارش. پول داده این بار دیگه از کنار دخترم تکون نخورد. آقا فرمان حاج آقا کجا هم پس؟ یه پیگیری بفرمایید. حاجی من چند بار همین الان زنگ زدم بهشون ولی خاموش بود متاسفانه. خاموشه؟ حتما تو راه هستن. انشالله زود میرسن. انشالله. شهد آجی احتمالا توی مسیر هست. گوشیشون خاموش البته ها. برای همین دقیق نمیدونم کجا. خاموشه؟ بله. حاجی این همه آدم صبح تاله اینجا منتظره با زبان روزه. یه زنگ بزنید خونش ببینیم کجاست. آقا فرهاد. بله آقا. شما یه زنگ بزنید به خونش ببینید پیداش میکنید. بعدش هم شهردار فرماندار الان میرسه. چشمشو قبل میگیرمش. چی شد آجی؟ حالا چی بگم؟ گوشیشون خاموشه فعلا.
بله. الو سلام جواد خانم، خوبی؟ سلام آقا فرهاد، احوال شما خوبی؟ ممنونم. از حاج امین اطلاعی نداری چون؟ نه چطور مگه؟ خلاصش قرار بود بیان اینجا ولی هیچ خبری ازشون نیست. اتفاقا منم منتظر بودم ساعت 10:30 بیاد با هم بیایم اونجا. گوشیشون هم هرچی زنگ میزنم خاموشه. گفتم شاید شما اطلاع داشته باشه. نه نکنه خدای نکرده اتفاقی براش افتاده باشه. ببخشید مادر، شما بی زحمت قطع کن من ببینم چی کار میتونم بکنم. باشه چشم. ببخشید. خداحافظ. آرز جان، سلام مادر. سلام مامان. ببینم تو از بابات خبری نداری؟ یه تلفن نزده به؟ نه، کسی تماس نگرفته. چطور چیزی شده؟ هیچی، فقط کلاست که تموم شد بیا ببینیم چی کار میتونیم کنیم. هرچی زنگ میزنم بهش تلفن جواب نمیده. چشم مامان، زود میام. باشه مادر، خداحافظ. من چی میگم به اینا؟ مرد است. من چی کار بکنم؟ یازده. حالا شما میدونی چرا نیومدن؟ به ما گفته بودن تا ساعت 11 میان. بریم از حاج آقا بپرسیم. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. شما خوبه؟ حاج آقا گفته بودین تا ساعت 11 میان. نیومدن هنوز بچه ها؟ بله. حالا آقا بگید به آدم چی شده؟ شما گفتین ساعت 11، الان نیم ساعت هم هست گذشته. خواهر من کمی دیگه تحمل بکنید، صبوری کنید، عجول نباشید. مطمئن باشید که تا نیم ساعت یه ساعت دیگه اینجا در خدمت شما. بهتون قول میدم، مطمئن باشید. چشم آقا، اگه نیم ساعت حاجی چشم، ما نیم ساعت هم وای میسیم. همین که شما هم اینجا هستید زحمت میکشید ما ممنون، نیم ساعت هم وای میسیم. شرمنده ام ولی حتما مطمئن باشید. ممنون ازت. زنده باشید. خانم میگن نیم ساعت هم وای میسیم. زنده باشید. قربان شما. ممنونم. بگو دیگه. گوشش که خاموشه ولی یه خبر توی سایت ها زدن. خبر چیه؟ مامان عزیزم، مامان همین کارا رو میکنه دیگه، جرات ندارم خبری رو بهت بگم. مامان جان خورده. یعنی الان چی میشه؟ بابا آزاد نمیشه؟ چرا؟
سلفی که بابا اصلا بشه. وای مردم ببینید چه خبری اینجا پخش شده. میگن این بابا پولا رو برداشته رفته. یعنی سر کارمون گذاشتن. یعنی چی؟ کی پولو برده؟ همین آقای علفته. مگه میتونه برده باشه؟ خالی که برد یا با. یعنی چی خانوم؟ همین آقای علفته یعنی حاج امین تاجیک. ببین راجع به کی داری حرف میزنی؟ خانوم خجالت بکش. این حرفا چی میگی؟ ببین شما چون میگه خبر بخونم چی میشه. سبو بخش. آن ببین آجا در رفیق چی کار کرد اصلا گوشیش هم که خاموش. ای بابا تماس بگیرم تماس بگیرم خاموش خاموش اینجا. پس زندونی ما کی میان بیرون؟ خانم مادرم لطفا صبور باشید، یه مراحل اداریه که باید طی بشه، ما پیگیریش هستیم. پس چرا این آقایون رفتن؟ هنوز که شوهر من از زندان آزاد نشده. مگه خون رنگرزیه؟ ما داریم دنبال این برنامه هستیم که بتونیم نتیجه بگیریم، به همین راحتی نیست که. با زبون روز دروغ هم میگین حاجی؟ عکسشون رو انداختن، خبرش هم پخش کردن، بارم کشیدیم در زندون که فیلمتون کامل بشه. چه دروغی؟ چه فیلمی؟ اصلا شاید حاجی تصادف کرده باشه، ما اطلاع نداریم که چی شده. چرا قضاوت اینجوری میکنید؟ استخبار کنید. حاج احمد، حاج احمد، حاج آقا مهین، حاج آقا خاکی بفرمید. حاج آقا جون بریم بریم، زنگ زن راننده اومده بفرمید. حاج خان درست میشه، خدا بزرگی درست میشه. نگران نباشید. بفرمید. درست میشه حاج خان، درست میشه. بفرمید. اطلاعی ندارم. نه، آقا اینجا تشریف نیاوردن. چشم، اگه اومدن حتما. سلام، بفرمایید. از کجا تماس میگیرید؟ از خبرگزاری چی؟ بابا این همه اینجا وایسادید، چی شد؟ بابا آزاد نمیشه؟ خانوما، آقایون، اونجوری که من فهمیدم این آقایون مسئولین اومدن 4 تا عکس گرفتن و گذاشتن رفتن. من دارم میرم در خیریهشون، هر کسی با من بیاد بیاد بریم. کسی آدرس بلده؟ من خیریهش نه، جای دیگه. من آدرس خونه‌شو بلدم. شما ماشین دارین؟ من ماشین دارم. هر کی میاد با من بیاد بریم. بیا بریم بچه. مردم، اگه میخواین زندانیاتون آزاد بشه، همه تو ما بریم در خونه‌شو آبروریزی. بریم، 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 بریم. بودو، بودو. چند لحظه صبر کنید، من توضیحات کامل خدمت رو ارائه میدم. ترانسفورمر 5 میلیارد پوله. شماره 75 به واژه مراجعه. عرض کردم خدمت. حساب آجامین از دیروز آخر وقت مکتوب شد. چک آجی هم صبح امروز اومد بانک به حساب دادرسانی خورد. اما متاسفانه پول نشد. دری هم از سازمان مفاسد اقتصادی اومدن یه سری اطلاعات و مشخصات حساب بانکی از رو خواستن با هم برای اصلا انجام وظیفه خدمتشون ارائه دادیم. این هم خدمتشون رو دارم. آخه مگه میشه؟ امکان نداره. چه از کنم؟ چند باری خودم تماس گرفتم اما خطشون خاموش بود. یعنی چی خاموش بود؟ آقای سلسپوری اجازه بده شما. آجام هم مردم منتظرن که ما بچه هاشون از زندان بیاریم بیرون. جواب این 70 تا خانواده رو کی میخواد بده؟ آخه کی؟ اجازه بدید من یه زنگ به دادستان بزنم. اجازه بدید. آقای سلسپوری اجازه بده. آقای اردستانی، من همیشه به شما گفتم آقای اردستانی نباید این چکا تک امضا باشه. آقا من گفتم الا گفتم. اجازه بدین شما یه لحظه. یه دقیقه تحمل کن. شماره یک. آقا سلام علیکم. آقا دستم به دامنتون. تمام اعتبار و آبرومون رفت. حاج آقا قانون تولید رفت. بگن بقیه برای خودشون میگن. بابای من اهل پول برداشتن و در رفتنه. سبا چرا هرچی من میگم باز حرف خودتو میزنی؟ واقعا که بلن کن اصلا. خداحافظ.
میبینی مامان، بیا خوبی کن، طلبکارن از آدم تو این وضعیت. میگن تو که بابات میخواسته پولو برداره بره، چرا آبروی منو جلوی زن داداشم بردی؟ مامان جان بخور، بخور یکم آروم شی. تقصیر منه، بیا خوبی کن. آه یه زحمت بکشین اون بامیهشو بیشتر بذارید. ممنون. جانم اون آقایه بود زندانی ها رو آزاد میکرد با جمین. آره اونجا نمیشه الکته پولا رو برداشت و غیب ایستده. میشه؟ آره یه عکس هم اومده که میگه تو کاناداه. ببینم ای خاک به سرمی همونه. آخ 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 اون بنده خدایی که پولاشون رو سپردن به این برای کمک. نگاه کن تو رو خدا دست من، نگاه چه دنیایی شده. مردم اعتماد میکنن، از اعتمادشون سوء استفاده میشه. خدایا نگاه کن. ببخشید خانم جان، میشه من این خبر رو ببینم؟ بله بفهم. شما دست گلیشون بده. دست من مردم بهشون میاد دیگه، این خورن یه آبم باش این خیالشون هم بسه. بفهم محسن بیا این زور بیارو بچه. آرزو، آرزو چی شده آمان؟ چه خواهد خواهد صدا رو میشه؟ برای چه صدایی؟ چی شده آرزو؟ به من بگیم، به من بگیم تو خودت چی شده؟ آرون نشم آرون مازم، کمک مازم. سلام. بچه جلو داره خونه ما جمعه بلغوله هست جماعت بکنه اینجا. آره بچه میخوام برم تو جورت نمیدونه. باشه شما که میرسی؟ باشه با من بزر. حسام کاپشن منو بردا بیا. خیلی بابام خوبه. من چه میدونم، فعلا که فرنگو بسته رفته. طبق آخرین اخبار یه 45 دقیقه دیگه میشینه تو خاک کانادا. اگه داری شوخی میکنی خیلی بی‌مزه و بی‌نمک بود. بگم تو چقدر ساده ای مریم. آخه چرا اینقدر تو ساده ای؟ بابا این ماها داشته نقشه میکشیده که بپره. بابام. آره دیگه. بابام بدون مامانم آب نمیخوره. میگم ساده ای.
تو هم عین من ساده و بدبخت، درست عین من. حامد میگم بعد از این همه سال درسته ما الان بریم اونجا تو این موقعیت؟ نریم. معلومه که درسته. درسته من 6 ماه حبس بودم هیچ کاری برای من نکرد؟ درسته؟ بابات اومد جانماز آب کشید یه کمک به ما کرد، حالا 5 میلیارد خورده یه قلوپابم روش. تو کینه ای داری بزرگش میکنی. من کینه ایم؟ خانم بزرگ هست، خیلی هم بزرگه. 6 ماه تمام تو حبس بودم، جلوی چشمای من اومد 46 نفر رو از حبس آزاد کرد. نگفت دومادم حبسه، نگفت دخترم چشم انتظاره، نگفت نواهام چشم انتظاره. چقدر گریه کردی؟ چقدر التماس کردی؟ چیکار کرد؟ میدیدم امروزو که تشت رسواییش گوش عالم رو کر کنه. حساب من آمادم، بریم. تو کجا؟ منم میخوام بیام دیگه، دلم بر مامان جون بابا جون تنگ شد. زینبم بیاد دیگه، پیاده که نمیخوایم بریم. مامان جون بله، ولی آقا جونتون با یه هواپیما با 5 میلیارد پرید کانادا. حامد اینا چی به بچه میگی؟ بچه آگاه شه، بچه باید آگاه شه. بیا خودم برای تعریف میکنم، زود باشیم. مامان بریم. عهدم که هیچ وقت جواب به آدم نمیده. بیا بیرون پاکی های در رو باز کن، بزن باز کن، بزن باز کن، در رو باز کن. سلام آقا فرمان. سلام آقا شما. اینجا چه خبره؟ اینجا شروع خروخ کرده اینجا. بیا بیرون بابا پاکی. بیداد و بیداد بگه سوال کردن نداره برادرم، باید بره متفرقشون کنی که مزاحم زن و بچه حاجی نشه. این چه خبره؟ آقا جونه چه کرده؟ این آقا حامد نیست؟ آره این داماد آجیه، چند سال پیشم تو کارخونه کار میکرد. این رفیق باباته نه؟ آجی بیا بریم تو این شهر نکرد. بریم بریم الان درد سر بزرگ میشه. ببین مریم یه زنگ بزن به آرزو بگو ما 3 بار زنگی داری میزنیم، اون وقت بیاد در باز کن. الو آرزو سلام، بریم پشت دریم 3 بار زنگ میزنیم در باز کنیم. مردم دارم میرن سمت آجابا. بفهم پیاده شو من میخوام برم. پیاده شو، پیاده شو بده. بجون بجون پیاده شو. خواهرا برادرا سلام علیکم. سلام علیکم. حاج آقا چه سلامی چه علیکی. شوهر من اگه امروز نیاد بیرون از اینی که هستم بدبختر میشم. صابخونه منو با 2 تا بچه وسایلم میرزه وسط خیابون. شما درست میفرمایید خواهرم، ولی حرف من چیز دیگه ایه. اگه ما درست میگیم برین این بابا رو پیداش کنید، معلوم نیست اینجاست یا ونکوور کانادا. اجازه بدین حرف آج آقا تموم شه، بعد هر چی خواستید بگید. بفرما حاج آقا صحبت کنین، ما گوش میدیم. بزرگوارا من حاج امین رو سالهاست که میشناسم، همونجور که شماها میشناسید. این مشکل امروز هم که پیش اومده یه سوء تفاهمی بیش نیست. شما کمی صبور باشید، ما حاج امین رو پیدا میکنیم میاریم، خودش مشکل رو حل میکنه. حاج آقا میگن عکسای این حاجی توی کانادا پخش شده تو فضای مجازی، اگه پولای آزادی زندونی ما رو برداشته باشه اون وقت چه خاکی باید تو سرمون بریزیم؟ این طوریام نیست که شما میفرمایید خواهرم. حاج آقا ما بدبختر از اون چیزی هستیم که فکرشو کنید. امروز با 1000 تا امید رفتیم جلوی در زندان، الان چه خاکی باید تو سرمون بریزیم؟ تکلیف ما چیه؟
هر چیزی که توی فضای مجازی هر نامسلمونی پخش می‌کنه رو باور نکنید. خواهش میکنم تشریف ببرید، مزاحمتی هم برای خانواده عجمی ایجاد نکنید. کمی صبور باشید، من 2 ساعت پیگیر این موضوع هستم تا بتونیم عجمی رو پیدا بکنیم و مشکل همگی رو حل کنیم. کمی صبور باشید. حاج آقا به نظر من شما من قصدش دفاع نکنید، اعتبار خودتون از دست میدید. نیست دست باشید. ببخشید آج خانم، عجمینتون پرید. میگن چوب خدا صدا نداره. آخ 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 آخ، بیچاره این مریم چقدر گریه کرد، چقدر ناله کرد، گفت حامدمو بهم برگردونید، گفتید صلاحیتشو نداره. حاج خانم 6 ماه تموم تو هلفتونی آب خنک خوردم، آخرش هم داداش هم خواهرام پول گذاشتن رو هم کشیدنم بیرون. 3 سال تموم کار کردم، جون کردم، نخوردم، نپوشیدم، نه خودم نه بچه ها. تازه شدم آمد قبل، 0-0. حاجمی میتونست برام پدری کنه ولی نکرد، نه فقط برای منا، برای دخترش، برای نوه‌هاش نکرد آج خانم، نکرد. مریم اومدین دلداری بدین به من و این مادر بدبختت که نمیدونیم بابا کجا هست و زنده است یا زبونم لال، یا تیکه بندازین و زخم کهنه پارسال پیارسالا رو دوباره بشکافین با شوهره. این همه تیکه و متلک و کنایه تو 3 سال و 6 ماه شنیدیم همه جوره خواهر جون. حالا 4 تاش هم حامد پس شما بده، دلش خنک میشه. اشکالی داره؟ نمیشه؟ الان آخه بی انصاف تو این وضع. آرزو ولکن بذار بگن. بگو مریم جان، بگو دلت خنک شه. حامد جان شما هم بگو. همون موقعش هم حاضر بودم که شما بگید قر بزنید ولی خونه رو ترک نکنید. خدا دلم پر آج خانم. بابا ول کن دیگه، مگه نمی‌بینی حال مامان جون و خاله بده؟ بعد از 4 سال اومدیم خونه مامان جون، بعد به جای سلام و علیک دعوا می‌کنی؟ راست میگه دیگه، بیایم بریم تو خونه حرف بزنیم. آخ جان خونه مامان بزار الان دورت بگردم مادر. آره آره بچه راست میگه، بیایم بریم بالا. بفرمایید. آقا حامد، آقا حامد بفرم. چشم بده. بفرمایید. بفرمایید بالا. خوش اومدید مادر. حاجا ما دستمون به هیچ جا بند نیست، تو این دنیای به این بزرگی فقط خدا رو داری. مامان گفتن این حرف الان چه فایده ای داره؟ چه دردی رو از ما دوا میکنه؟ حاج آقا بعد این همه داستان بابای ما چه آزاد میشه؟ آزاد میشه، فقط شما باید صبور باشید، ما هم پیگیر هستیم که بتونیم تکلیف این کار رو روشن کنیم. با تجمع علکی هم اینجا مشکل هیچ حل نمیشه. ازتون خواهش میکنم تشریف ببرید منزلتون، ما هم بتونیم این کارا رو زودتر جمع کنیم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. حاج آقا شما نمیدونید من چند وقت منتظر پدرم هستم. حاج آقا کاش حال و روز ما رو درک میکردید. یعنی الان چی میشه پس؟ نباید هیچ کاری بکنیم؟ آقا ما امروز منتظر بودیم بابامون آزاد بشه. حاج آقا کی گفتن؟ یه چند روز صبر کنید ان شاءالله همه چی درست میشه. بفرمایید حاج آقا. تجمع هم نکنید. بفرمایید. منتظر بشیم بیخودی. حاج آقا ان شاءالله چند روز چند ماه نشه. آقای و خانم ها باید شما داشتن سر کوچه، هر کی با من اومده بفرمایید. سلام مادر. جانه شهر من قرار بوده امروز آزاد بشه، نمیدونم راست میگم یا دروغ،
اما میگن شوهر شما پول آزادی زندونی های ما رو برگشته و فرار کرده. شوهر من یه عمر دنبال کار خیر بوده و این کارهایی که شما میگید. یه عمر کار خیر کرده، الان که نوبت شوهر بدبخت من رسیده، به جای اینکه خیرش به ما برسه شرش دامن ما رو گرفته. میدونین چند شبه با وعده اول ماه رمضون دارم این بچه رو میخوابونم که قراره باباش بیاد کنارش. الان چی برم بگم؟ دارم بگم هنوز ماه رمضون نیومده مادر؟ سلام. سلام. چطوری ماشا ما؟ مرسی. چرا کارگره کار نمیکنه؟ ما خبر نداری؟ پلیسا ریختن اینجا دیگه. پلیس برای چی؟ حاجی میاد امروز فردا. بابا خوابیه انگاریا. بفرما. جناب سرگردم اومد. سلام علیکم. سلام قربان. سلام. تهرانی هستم، مدیر امور داخلی کارخونه. و حسابدار. بله. و مسئول امور مالی. دقیقا. و همزمان حسابدار خیریه حاجی. اونجا کار نمی کنم، میرم یه سری کارهای حاجی رو انجام میدم، کاملا افتخاری و به خاطر خیریه است. افتخاری. راجع به این شرکتی که حسابهای حاجی و کارخونه و خیریه رو مسدود کرده، اینو برام بگو. قرارداد و مدارکشون همشون هست، الان براتون میارم. نه احتیاجی نیست، شرکت من قبلش زحمت رو کشیده. الان توضیحش رو میخوام از شما. یه شرکت توضیح و تولید مواد اولیه کارخونه است. قیمتشون خوب بود، چند ماه پیش باشون یه قرارداد بستیم. یه سری هم تضمینای بانکی بینمون رد و بدل شد. تو این مدت یکی دو بارم ما ازشون خرید کردیم، یکی دو بارم اونا از ما خرید کردن. تا اینکه چند روز پیش بهمون یه ایمیل زدن که بیاین حسابا رو تصفیه کنیم. سر اختلاف حساب داشتیم، حاجی گفتش که صبر کنید بررسی کنیم بعد بهشون پرداخت میکنیم. باید بررسی کنیم ببینیم چیه داستان. حسابا چرا تفکیک نبوده و تک امضاان؟ سوال اینجاست، کسی که کارخونه داره و خیریه، مگه میشه حساب برش یه نفر باشه؟ چی بگم، حاجی زیاد مدرن نیست، منم یه کارگر ساده ام، زیاد به این کار کاری ندارم. شما کارگر ساده ای. شرکبند اطلاعات دقیق، آدرس، ایمیل و تمام قرارداد رو تا قبل از ظهر به من میرسونیم. بله قربان، چشم. در ضمن آدرسم به این دوستان اومده فردا بیاد پیش شما. بله چشم. تا قبل از ظهر انجام وظیفه‌ام شما. بله قربان، فرستادم شعبه مفاسد اقتصادی، خودم مشغول تحقیقم. بله ازتون خواهش میکنم خبر دستگیری رو یه یکی دو روز رسانه‌ای نکنید تا ما موچ همدستش هم بگیریم. بله. حالا اگه هر جو صلاح میدونید. خدا نگهدار. شیرکبند. بله قربان. یه خبر بده بچه‌ها بزنن رو سایت که متهم پرونده پیش ماست. واقعا قربان؟ منو تجزیه تحلیل نکن لطفا. عذرخواهی میکنم. بفرمایید. مادر بازم بیا این خونه ما. بله که میام. شما قصه نخور، همه چی درست میشه. دورت بگردم من. یا خدا. ماما خبر دستگیری بابا رو گذاشتن خبرگزاری. دستگیری برای چی؟ ای داده بیداد مریم، پس گرفتنش. آره گرفتنش مامو. بالاخره نشد که پوز بدیم پدرزنمون خارجی نشین شده. جمع کنیم بریم. مادر کاری نداری؟ نه به سلام. ببخشید من باید برم سر کار. تو بیم پای من پای منتظر. خدافز مادر. درود بگردم. بریم به سلام. مامان اصلا قصه نخوری یا خدا شد که سالم باش. خبری شد به من خبر بدید. من نگرانم، مراقب خودتون باشید. به من زنگ بزنید. باشه خانمش. باشه عزیزم. خدا.